بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. محور بحث ما پیرامون تدارک آسایش و آرامش در زندگی بود. در شب گذشته قصه نوح و موعظه حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام رو خدمتتون عرض کردیم. سفارشاتی که نوح به مردم داشت و مردمی که لجوج بودن، جاهل بودن، اهل تمسخر بودن، مشرک بودن، بیدین بودن. ماحصل مطلب اینه که اگر کسی بخواد در زندگی حتی دنیایی خودش به موفقیت برسه، نیاز دارد به یک مربی، به تعبیر قرآن نیاز دارد به یک باغبان. والله انبتها من الارض نباتا. یکی از موعظه هایی که حضرت نوح فرمود این بود که باغبان شما پروردگاره و شما مثل گیاهی میمانید که از زمین رشد میکنید، اما خودرو نباشید، یک گیاهی باشید که به دست یک باغبان ماهر، زبردست، موفق و کار کشته شما رو عمل بیاره. یکی از عواملی که انسان رو به آسایش میرسونه اینه که آدم زندگی خودش رو دست دین بده، نه دست دل. دست از لجاجت برداره، دست از حماقت برداره، دست از خودبینی برداره، دست از این که خودش رو عقل کل بداند، بی نیاز بدانه نسبت به دین برداره. هر کسی خوب میدونه، کسی میتونه به عنوان یک راهبر، به عنوان یک مربی در زندگی انسان کارساز و مؤثر باشه که به سه علم کلی واقف عارف باشه. اولین علم اینه تمام تاریخ گذشته رو بداند و به چم و خم تاریخ آگاه باشه. در یه جمله تجارب گذشته مثل موم دو دستش باشه. یک. نکته دوم، اون چه در آینده اتفاق میفته رو خبر داشته باشه، بداند در آینده مسیر زندگی انسان در کدوم جاده و مسیر قرار میگیره، و سوم بتواند حوادث روزی که اتفاق میفته رو با اون رهبری داهیانه خودش رهبری کنه. احدی تا این ساعت و تا خدا خدایی می کند نمی تواند ادعا کند که من به علم گذشته و علم آینده و علم حال 100% واقفم، مگر خدا و محمد و آل محمد، حجت خدا معصوم باشد. امروز امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا به عنوان حجت بزرگ حضرت حق در زمان ماست
او تمام خوبی های آدم در وجود مقدسشون جمع است. هرچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. لذا عقل حکم میکنه، میگه تو که خبر از گذشته نداری، تو که خبر از آینده نداری، تو که وقتی میرسی به دوراهی میمونی کدوم مسیر رو انتخاب بکنی، دست از لجاجتت بردار، زندگی رو دست یک قانون الهی بده که وصل به وحی است، وصل به آسمان است. دست دلت نده، دست هوای نفست نده. ولی انبیا گفتند و خیلی ها گوش به حرف انبیا ندادن. نتیجه امر نابودی، هلاکت، بیچارگی، بدبختی. این خلاصه بحث دیشب شد. امشب هم میخوام اشاره بکنم به یکی از عوامل موفقیت در زندگی، منتها مجبورم باز ببرمتون تو تاریخ انبیا، یه برگه از برگه تاریخ رو براتون رو کنم، یه مقداری درباره یک شخصیتی از انبیا الهی صحبت بکنم، یه جریانی تو این زندگی این پیغمبر بزرگ است که به درد بحث ما خیلی میخوره. لذا اگر آماده هستید برای شروع بحث به عنوان یکی از عوامل ایجاد و تدارک آرامش در زندگی، یکی از اون صلوات های بلندتون رو خط بفرمایید. یکی از انبیا نامش موسی بن عمران است، جناب موسی. حضرت موسی در طول زندگیش توجه کنید با سه طاغوت مبارزه کرد، با سه طاغوت. طاغوت اول طاغوت حکومت بود، سردمدار این طاغوت فرعون بود. موسی بن عمران با سه طاغوت مبارزه کرد. یکی از انبیایی که زندگی او سراسر با مشکلات بود حضرت موسی بود. طاغوت اول طاغوت حکومت، حکومتی که بر جور بود، بر ظلم بود، بر غرور بود، بر شرک بود، بر کفر بود، بر منیت بود. سردمدانش فرعون بود. شعارش انا ربکم الاعلا بود. شعار خیلی مهمه، تابلو خیلی مهمه. طاغوت دوم طاغوت صنعت، حیله، دغل، فریبکاری. پرچمدار و سردمدار این طاغوت سامری بود. طاغوت سوم طاغوت مکنت، ثروت، مالندوزی، تفاخر با مال. سردمدارش قارون بود. در قصه موسی اتفاقات زیادی افتاده. یه بحثی داریم ما در این قصه به نام قصه پسرخاله ها. دو تا پسرخالن تو قصه موسی خیلی عجیبه. یه پسرخاله است، پسرخاله موسی است. یه پسرخاله، پسرخاله فرعونه. پسرخاله موسی اسمش قارونه، پسرخاله فرعون اسمش حزقیل است که قرآن نامی به او داده است عجیب، مؤمن آل فرعون. که وقتی از پیغمبر اکرم سوال میکنن صدیقین کونو مع صادقین، صادقین کیانن؟
پیغمبر اکرم فرمود صادقین در قرآن 13 گفتن، 3 نفرشون شاخصن. یک، حبیب نجار است که دفاع کرد از دین عیسی و قصه حبیب نجار در سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است که چجور دفاع کرد و چجور کشتنش، قصه خیلی جالبی داره، اشاره نمی کن. دوم امیر المؤمنین است. سوم حزقیل مؤمن آل فرعون است. خیلی عجیبه، پسرخاله فرعون بهشتی بشه، پسرخاله موسی پیغمبر اولوالعزم جهنمی بشود. این رو من برای محض اطلاعتون میگم ها. این اتفاقات درسای خوبی من و شما میده، غرورها رو میشکنه. نگم من چون بابام ککیک است، من نسل چنین است، من تایفم چنان است، پس جهنمی نمیشم، پس نمیتواند شیطان منو گول بزنه. بنده بابام خیلی هم آدم خوبی باشد، دیگه مهمتر از موسی پیغمبر خدا نیست، دیگه مهمتر از نوح پیغمبر خدا نیست. انسان باید خودش آدم باشد. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. هر کسی برای خودش یک پرونده دارد، لذا هیچ وقت تکیتون به غیر از خدا نباشد. فاستعذ بالله، همیشه باید آدم در همه حالی بگه اعوذ بالله من الشر الشیطان اللعین الرجیم. پسرخاله ها در قصه موسی. خب این آقای قارون یه قصه ای دارد که قصه او به درد بحث امشب ما میخوره. اولا شخصیت او این بود، وزیر خزانه فرعون بود. قبل از اینکه فرعونی ها به رود نیل بریزن و بمیرن و اینها، آقای قارون پسر خاله موسی خزانه دار فرعون بوده. اینجا میشه یه بحث داشت که هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. تو قصه حزقیل پسرخاله فرعون داره که هیچ وقت حزقیل با فرعون و فرعونی ها سر یک سفره نمی نشست، از همون اول با اینا مخالف بود، آخرش هم محکومش کردن و بعد به شهادتش رسوندن و قصه ای دارد. جوونا اگر خواستی تأثیر منفی روتون گذاشته نشه، یکی از راه‌هایی که آدم باید داشته باشه ملاحظه کنه اینه، با کسانی که اهل تقوا نیستن مراوده نداشته باشه. در ادبیات کهن فارسی هم داریم اشعار زیادی، یکی از اشعار معروفش اینه: اسب تازی چند روزی گر ببندی پیش خر، رنگشان یکسان نگردد خویشان یکسان شود. وزیر خزانه صبح تا شب با فرعون سرکار دارد. خب اثر داره. چطور شما در یک شیشه عطر که باز میکنید سریع بو میگیرید؟ چطور اگر یه نفر بیاد تو ماشین شما یک نخ سیگار بکشه، دو تا پک سیگار دودشو بفرسته تو این ماشین، تو خونه که آمدید زن و بچه تون میگن بو سیگار گرفتید؟ چطور یک سیگار میتونه این در انسان اثر بگذارد و همنشین نمیتونه اثر بگذاره، رفیق نمیتونه اثر بگذاره؟ یکی از مشکلاتی که امروز مردم دارن و خیلی هم بهش بیتوجهن اینه، هر کس دعوتشون کرد با زن و بچه میرن، اجازه میدن بچه هاشون با هر کس از رفت آمد پیدا بکنن. بابا بفهمید کجا میرید، چه میکنید. یه حدیث از امیرالمومنین براتون بگم، خیلی حدیث جالبیست. امیرالمومنین فرمود من در عجب از شما مردم،
شب چه میشه چراغ روشن میکنید که با چشماتون ببینید چی دارید میخورید. چرا برای خوراک و تغذیه شکم اینقدر توجه میکنید ولی در تغذیه روح و روانتون توجه نمیکنید؟ چرا چراغ دین رو روشن نمیکنید تو زندگیتون؟ ببینید آنچه که روحتون رو تغذیه میکند چیه؟ یکیش کتاب است، یکیش رفاقت است، یکیش فیلمه، یکیش همین مراوده ها اجتماعی است. کجا آدم میره؟ کجا میره؟ با کی میره؟ با کی میاد؟ شما جوانهای عزیز اگر یه شلوار سفید داشته باشید، یه شلواری که رنگ روشن داشته باشه، رو جدول خیابون نمی نشینید، چون اگر نشستید میگید لکه میگیره. بابا حرف دین با من و شما اینه، به اندازه یک شلوار سفید برای شخصیت و دین و زندگیتون ارزش قائل باشید. با هر کس و ناکسی نشست و برخاست نکنید. شلوار اگر لکه افتاد با 4 مواد شوینده برطرف میشه، برطرفم که نشد میذاری کنار یکی دیگه. اما شخصیت انسان، درون انسان، روح انسان، مرام و تفکر انسان به این زودی ها پاک شدنی نیست، عوض شدنی هم نیست. آقای قارون رفیقاش فرعون و فرعونیا بودن. خب بعد قرار شد که عذاب بیاد. موسی به همه دوستانش من جمله قارون گفت که شبانه باید از شهر بریم بیرون. بنی اسرائیلی ها، اینا رو من عمدن باید بگم ها، گرچه که اصل محور بحثم اینا نیست، ولی اطلاعات عمومی شما سرنخ بحث دستتون بیاد که این نکته خیلی مهم است، سوال براتون پیش نیاد. اینا من دارم ای شما رو سفره بحث رو باز میکنم، سر سفره بنشینید، اون قضایی که قرآن گفت و فرموده رو میخوام شما نیل بکنید. هنی علکم، انشالله هممون از قرآن و اطرت بهره ببریم، سیر بشیم با کلام وحی. بنی اسرائیلی ها تا فهمیدن عذاب حتمیه، زناشون رو فرستادن، آمدن به بهانه این که ما عروسی داریم دروغ گفتن به فرعونی ها، به زناشون گفتن ما یه مهمونی داریم، عروسی داریم، این طلا و جواهراتتون رو به ما آریه و قرض بدید. اینا رو اومدن یواشکی یواشکی موسی مخفیه. حالا موسی که میفهمد، اینا چقدر نفهمن، فکر مونن سر پیغمبر خدا رو میتونن کلا بگذارن. آمدن طلا جواهرات فرعونیا را گرفتن، بعدم شبان از شهر در رفتن. این طلاها پیش زنا موند. خب داشته باشید، این طلایی که مالی که از راه حرام به دست میاد و دزدی و دروغ، ببینید این مال چه بلایی بر آدم میاره. خب اینا آمدند و فرعونیا فهمیدند و قصشو بدونید، گذاشتن دنبال موسی و یارانش و رستن به رود نیل و یا علی موندن چه کنن. ندا آمد که عصاتو به رود نیل بزن، کوچه ایجاد شد و اینا از رود نیل رد شدن و اینا هم گفتن حالا که کوچه بازه ما هم رد بشیم، و آمدند و غرق شدن. موسی اینجا یه حکم داد، اولین حکم بعد از من فرعونیا این بود که آقایون این فرعونی ها مرداشون هم مثل زناشون رسم بود به ریشا و محاسناشون مروارید نصب میکردن، انگشت داشتن، دستبند داشتن، خلخال به پا داشتن، جواهرات مرداشون هم خیلی داشتن. اینا که حالا قرشن تو رود نیل، آب جنازه هاشون رو به ساحل میرسونه، مبادا برید طلاهای این مرده ها رو بردارید، حرامه، ولشون کن. مردا گفتن باش. اما وقتی فرعونیا غرق شدن شب شد، مرد زن که دوز باشه شوهرش هم، شوهراشون هم شبانه یواشکی آمدن کنار ساحل، جواهرات فرعونیایی که مرده بود و دزدیدن. خب نصفیشو که زنا بردن،
نصف دیگش هم که آقایون زحمت رو کشیدن، این طلاها تو جیبا و تو بارا و تو ساکا به تعبیر امروز بود، تا زمانی که آقای موسی قرار شد و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش، بره برای کوه طور. سامری روز 36 گفت که موسی یادش رفته بگه خدای ما گوساله است، چون ریشه گوساله پرستی تو بنی اسرائیل زیاد بود. طلاهاتونو بیارید تا یه خدا بسازیم. همین طلاهایی که از راه دزدی اینا جمع کرده بودن، همون طلاهایی شد که گوساله باش ساختن و با همین گوساله همشون مشرک شد. در تاریخ نوشته زمانی که موسی رفت برای کوه طور 600,000 نفر تعداد قوم موسی بود، دقت کنید 600,000 نفر. ولی روز خیلی عجیبه ها، این قصه باید تکونمون بده. آقایون روز 36 سامری اعلام کرد طلا بیارید، 36، 37، 38 طلا بردن، 39 گوساله ساخته شد. تو 4 روز میدونید چه بلایی سر قوم موسی آمد؟ امام صادق فرمود بین این 600,000 نفر فقط 12,000 نفر موندن، همه مشرک و گوساله پرست شد. مالی که از حرام به دست میاد انسان را به حرام میکشونه. آی مردم، کسب بازاریا، کارخونه دارا، آی کسانی که مغازه دارید، آی کسانی که دستی بر آتش کسب و کار دارید، بدونید مال حرام انسان را، زن و بچش را، زندگیش را به حرام میکشاند. یه تیکه بحث. اینجا یه سوال پیش میاد، سوال اینه آقا سامری رو فهمیدیم، طلاهای برای گوساله سامری رو هم فهمیدیم، از کجاست؟ قارون این همه مال از کجا آورده بود؟ قارون وزیر خزانه فرعون بود، وقتی فهمید که مرگ فرعونی ها و هلاکتشون حتمیه، اون چه مال در دسترسش بود و مال فرعونی ها بود، اینا رو همه رو بار کرد و شبانه آورد. این قمی ها پیره مرداره که آدم باشون میشینه حرفای قشنگی میزنن، میگه مال حلالش چیکار میکنه که حرومش بکنه. دلم میخواد این مطلب ها جوون ها بفهمن، خیلی مطلب مهم. خدا شاهده آدم اگه زندگیش هیچی نفهمه، همین یه جمله رو بفهمه، حلالش چه میکنه که حرومش بکنه، بهش براتون واجب. حروم نباید تو زندگی بیاد. خب آقای قارون مال خودش نیست، تصاحب کرده. مردم مؤمن قوم موسی 5 نصیحت به قارون کردن. این 5 نصیحت را امشب میخوام اسم برش بگذارم، 5 قانون در زندگی برای حفظ آرامش. الله، این موعظه های 5 اینقدر عالی در زندگی اگر پیاده بشه نور به زندگی آدم بده حد ندارد. حالا من آیات شو براتون میخوانم، به شرطی که شما هم یکی از اون صلوات بلندتون خط بفرمایید. سوره مبارکی قصص آیه 75. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله
لا یحب الفرحین و ابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره و لا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین. صدق الله العلی العظیم. چقدر ثروت قارون بوده است. قرآن یه تعبیر زیبایی داره، دقت کنید. میفرماد و آتیناه من الکنوز. خوب دقت کنید، کنوز جمع کنز است. کنز یعنی گنج. گنج ها داشت. ما ان مفاتحه، که کلیدای صندوقچه‌ای که پر از اشرفی و طلا بود، لتنوع بالعصبه. عصبه در عرب یعنی 10 نفر مرد قوی هیکل فقط کلیدای گنج می بردن. چقدر مال داشت، یک ثروت عجیب. و تصمیم گرفت یک روز بیاد نمایش ثروت بر مردم بگذاره. اسبهای سفید، اسبهای سیاه، کنیزهای سرخ پوش، غلامهای سفید پوش، تمام اینها را گفت. طلا و جواهراتتون رو، کنیز و غلام همه رو به گردن آویزان کنید. و گنجا رو سوار بر شترا کردن و جلو مردم میتینگ دادن. مردم اینجا دو دسته شدن. دسته اول که اکثریت اون مردم رو تشکیل میداد، همه تا این میتینگ ثروت را، یا به تعبیر استاد ما جنون نمایش ثروت را قارون دیدن، آه کشیدند و یه دعا کردند. البته چیزی نگذشت که از دعایی که کردن پشیمون شدن. میدونی چی گفتن؟ گفتن خدایا برای کاری نداره، اگه یه لحظه هم هست ما مثل قارون بشیم. حسرت قارون رو خوردن. ولی وقتی دیدن قارون با نفرین موسی، که حالا بعد براتون میگم چه کرد، زمین دهن باز کرد و قارون رو بلعید، تا بدبختی قارون رو دیدن گفتن خدایا شکر که گوش به حرف ماها ندادی، الحمدلله که ما حتی یک لحظه هم مثل قارون نیستیم. مردم حسرت مالدارا رو نخورید. مالدارها اگرم به هلاکت نرسن و بمیرن راحت تو رخت خواب بستر با آرامش تمام، آخرش این مال باید گذاشت و رفت. حسرت کیا بخورید؟ خدا اموات همتون رحمت کند. پدر منم خدا رحمت کنه، یکی از دعاهایی که پدر من همیشه میکرد این بود، میگفت بابا دعا کن خدا این دعا را مستجاب کنه. چه دعایی بابا؟ میفرمود بابا دعا کن مردن ما اول راحتیمون باشه. این خیلی مهم است. اول مرگ ما باعث راحتی ما باشد. خیلی ها تو دنیا راحتن ولی وقتی میمیرن اول بدبختیشون. خب یه زیادی که گفتن آخه ببین مالشو، یکی میگفت اسبا رو ببین، او یکی میگفت اسبای سیاه از اسبهای سفید گرونتره، او یکی میگفت کنیزا رو ببین، او یکی میگفت غلاما رو ببین، او یکی میگفت جواهرات رو ببین. اما یه عده معدودی آمدن جلو قارون رو گرفتن، 5 تا نصیحت به قارون کردن. این 5 نصیحت خیلی عالی، واقعا 5
گنج است برای زندگی من و شما، خصوصا جوانهای عزیز. دقت کنید، این حرفا مال من نیست که رو شک کنید، این حرفا مال من نیست که بگید حالا حالا، نه نه، اینا قرآن است، قرآن وحی است، جدی بگیرید، شوخی نیست. این آیات را جبرئیل بر قلب پیغمبر نازل کرده و این آیات از حنجره پیغمبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون اومده. اولین نصیحت به قارون مردم مؤمن این بود: لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، شادی نکن با مالت و با اینکه مردم حسدت رو میخورن. خدا شادی کننده های با غرور را دوست ندارد. دقت کنید، اولا من به جوانهای عزیز بگم، جوانهای محترم، خدا از شادی و تفریح بدش نمیاد، ولی به شرطی که توی شادی دل کسی را نسوزونید. شادی بکنید ولی کسی مسخره نکنید، شادی بکنید گناه نکنید، شادی بکنید با آبروی کسی بازی نکنید، شادی و تفریح داشته باشید ولی خودتون از کلیم خودتون درازتر نکنید. سوار بهترین ماشین بشو اما نپیش جلو چرخی بدبخت، گرد و خاک نکن جلوی آدمی که ایستاده و ماشین نداره، گرد و خاک کنی بعد بخندی که خاکیش کردیم، رفتم تو چاله‌ای که پر از آب بود، پاشیدم به لباساش، تو و چهار تا رفیق با هم بشید، اون وقت هی با مردم اذیت آزار به مردم برسونید و قاه قاه بخندید. این خنده، این تفریح با گناه کار قارون است و اگر فکر میکنید این کارا عاقبت به خیری داره، بهتون میگم کسی که با مالش به ریش مردم میخنده و با آبرو مردم بازی میکنند، عاقبتش مثل قارون است. اینم استفاده قارونی، منتها قارون با اون مال، تو با یه 206 تو با یه زانتیات قارونی، بعضیا با قارونن با یه دوچرخه، قارونن با یه موتورگازی، قارونن صفت قارون دارن، اما یه قارون کوچیک برای خودش. دل کسی رو نسوزونید، با مردم و آبروی مردم بازی نکنید. لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، یه موعظه بود به قارون کردن. قارونم سوار بر اسب فاقرش شد، نشسته بود و این هم دست استاده، آقای قارنم نشسته، اینا موعظه میکردن، این هم نیشخن میزد، یه پوزخن میزد، مثل بعضی ها که وقتی یه عالم دینی نصیحتشون میکنه پوزخن میزنن، از همون پوزخند ها، از همون پوزخند ها که کم و بیش تو زندگیمون داشتیم. دومین موعظه، گفتن وابتغ فیما آتا کالله الدار الاخره. به این نصیحت، ای وای به اون کسی که نصیحت به این قشنگی گوش نکنه. گفتن آقای قارون، حالا که خدا مال بد داده، گرچه که میدونیم این مال مال کجاست، بیا با مالی که در دسترس توست آخرتتو آباد کن، نه دنیاتو. خیلی ها مال خدا بهشون میده اما این مال فقط زینت دنیاییشون میشه، برای آخرت کاری نمی کنن. یه حدیث بخونم از امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمود میدونید چرا بعضی از مرگ میترسن؟ به خاطری که دنیاشونو آباد کردند و آخرتشونو خراب. بعد یه مثال میزنن، میگن طبیعیه، دارن مردم مثل کسی میمونن که از یه کاخ مجلل بگن بیا بیرون برو توی خرابه بشین، خب بعدشون میاد. اما کسی که از یه خرابه بگن بیا برو تو قصر، چهار دست پا میدوه، چون از خرابه به قصر میرود، نه از قصر بخواد به خرابه برود. دنیا آباد
میره یک لوستر میگیره برای سالونش چند میلیون تومن، اما دریغ از یه چراغ عمل خیر برای شب اول قبرش، دریغ از یه قدم خیر، دریغ از یه کلام خیر. دنیا روشن، قبر تاریک. آیتی از امیرالمومنین دیدم خیلی زیباست، فرمود کسی که دنیا را به عنوان یک وسیله بنگرد، نه هدف، خدا چشمشو بینا میکنه، ولی اون کسی که دنیا را هدف ببیند نه وسیله، خدا کورش میکنه. دنیا هدف نیست، از دنیا مزرعتون آخر، برای آخرت آدم یک کاری بکنه. این دو تا نصیحت. سومین نصیحت، ولا تنس نصیب کم من الدنیا. عجب نصیحت زیبایی است. گفتن آقای قارون ما یه سوال داریم ازتون، خواهش میکنم همه دقت کنید، جدی این سوال خیلی جالبه، حالا ما هم این سوالات قرآن ازمون میکنه جواب بدیم. گفتن آقای قارون تو به ما بگو مگه تو این دنیا چقدر میخوری، چقدر لباس میخوای بپوشی، میگه چند متر جا داری، چقدر جا میخوایی بخوابی و استراحت کنی، تو برای 7 نسل بعدت و 70 نسل بعدت با گناه این مالا رو جمع کردی. بیچاره، دنیا زود گذر است، مگر تو از این دنیا چقدر میتونی بهره ببری، چقدر این مالا میتونی بخوری؟ خب بقیهشو میذاری میری، میشی انباردار، میشی کلیددار. برای کی؟ برای ورثه. بخورند و یه لیوان آب خوشم روش. به این منبر امام حسین و به این شب جمعه عزیز قسم میخورم، یعنی که بدونید شوخی نمی کنم، یه قصه ای من با چشم خودم آقا دیدم، تعجب کردم واقعا. باباش 3 روز پیش مرده بود، باقی املاکی خب ازش هم خوب بود. به پسر گفتم آقا بابات که مریض بود، یه چند بار من اومدم دیدنش، گریه میکرد، میگو من بدنم رو نمیتونم پاک نگه دارم، نجسم، نمیدونم چه خاک به سرم بکنم، من نماز قضا زیاد دارم، تو وصیتم نوشتم، من به عنوان یه مسلمون به شما میگم وصیتنامه باباتون رو بردارید، ببینید تا این بیچاره تو قبر 7 جور پدرش در نیامده، نمازاشو، قضاهاشو. بابا ببینید این چه مدیونی دارد، چه دینی دارد. میدونی چی جواب داد؟ به این منبر گفت چشمش کوشت میخواست بخونه. به این منبر 1 سال پیش باباش مرده و خاک سرده و دا، نه نه نه، 3 رو پیشا و حالا وصیت میکنی اولاد برات نماز قضا بخونه. خدا پدرت بیامرز اولاداتون و اولادامون نماز خودشون هم نمیخونن، نماز من رو تو رو بخونن، تا این نفس میره و میاد بیاید به داد خودمون برسیم. اولاد رفیق نیمه راست، چیکار میتونه اولاد برای ما بکنه؟ امام صادق یک روایتی داره خیلی جالب، فرمود برای هر مؤمنی 3 تا رفیق هست. یه رفیق میگه من باتم، چه زنده بمانی چه بمیری، چه شب عروسیت باشه دنبالتم، شب اول قبرت باشه کنارتم. این رفیق اسمش چیه؟ چیه؟ عمل است. یه رفیق می من باتم اما تا دم قبر، تا دم قبر. وقتی بردنت زیر خاک دیگه من دنبالت نمیتونم بیام، بقیشو باید تنها بری. رفیق نیمه راست ای چیه؟ ای زن و بچه آدم، مرید، رفیق، شریک، اینا تا دم قبر میان، اونم اگه بیان، اگه بیان، به خصوص مرید. سوم میگن ما باتیم تا دم قبر، بعدش میریم برای ارث خورا و مال مفخورا،
صاحب من یکی دیگه میشه بعد از مرگ تو. او کیه؟ مال است. ال اولاد. مال اونی که همیشه با توست و رفیق همیشه است عمل است. برای شب اول قبرت چه کردی؟ فلا تنس نصیبک من الدنیا. این ستا. چهارم و احسن کما احسن الله الیک. خیلی جالبه این نصیحتم. فرمودن مردم مؤمن به قارون، قارون بیا آینه تمام نمای حق بشو، خدایی که به تو نیکی کرده تو هم بیا نیکی کن. خدا به تو خوبی کرده تو هم به خلایق خوبی کن. احسن کما احسن الله الیک. خوبی کن. خدا بهت مال داده، با این مالت که خدا لطف بهت کرده خدا میتونست نده، حالا که خدا خوبی کرده تو هم خوبی کن. این چارت. پنجم ولا تبق الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. حالا که مال خدا بهت داده نیا با این مال فساد کن. مردم باغ خوب آدم داشته باش، خدا به اوناییم که نداره بده. خوبه؟ خونه بزرگ خیلی عالیه، خدا به حق امام حسین هر کیش در خونه مردمه و خانه ندارد، به حق سید الشهدا خدا خانه دارش کن. آقایون ماشین خوبه، خدا یه هر کی وسیله نداره وسیله دارش کن. اما باغ به یه شرط خوبه، که در باغ فساد نشه. مال خوبه به شرط که خدیجه باشی، قارون نباشی. اولاد خوبه به شرط که ابو سفیان نشی و پسرت بشه ماویه، بشی ابی طالب، پسرت بشه علی، بشی عقیل، پسرت بشه بگید مسلم. خوبه اولاد، خوبش خوبه، فساد نکن. خدا مال بد میده نیا وسیله‌ای که مردم به گناه کشیده شدن تو خونت بیار. دختر بزرگ داری، جوان بزرگ داری، به خدا دودش تو چشم خود مردم میده. ما که برای مردم میگیم، ما که برای خدا میگیم، زندگی مردم کاری به ما نداره. اما بیان یه سری هم برید بزنید به اماکنی مبارزه با فساد، ببینید خواهر و برادر با هم رابطه داشتن، فیلمش هم هست، مصاحبه کردن، یکی دوتا هم نیستا، صدها نمونه. که آقا مگه تو غیرت نداری؟ مگه این خواهرت نبود؟ مگه هر چه دیدم از ماهواره عمل کرد، هر چه دیدم اجرا کرد. پدر منم میدونست. آخه بچه‌ای که نماز نمیخونه، اولادی که خودت میدونی مؤمن نیست، از اینکه یه سپر براش درست کنی، آتیش شهوت و آتیش شیطان نسوزوندش، خودش که سپر نداره. نماز سپره، ایمان سپره. تو که اولادتو میدونی دو رکعت نماز نمیخونه، چرا ماهواره تو زندگیت میاری؟ با کدوم تقوا خودش حفظ کنه؟ آ کی میتونه حفظ کنه خودشو؟ اون که یوسفش بود و پیغمبر بود و پسر پیغمبر بود، تا زلیخا را در حال گناه دید که میاد گناه کند اشگری من فرا. یوسف گفت من میتوانم خودم را کنترل کنم، ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. یوسف نگفت تقوای خودم، گفت خدا به دادم رسید، خدا دستم و آبروم نره. جوون ها مال خوبه، گناه نکنید باش، فساد نکنید باش، مواظب باشید این مال مار نشه نیشت بزنه. و این نیشایی که تو دنیا با آدم میزنه آدم نمیفهمه، ولی شب اول قبل میفهم.
چقدر قشنگ میگوید مثنوی: ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از آن خواب گران. گشت گرگها یک به یک خوهای تو، میدرانن از غضب اعضای تو. این گرگی که میگن شب اول قبل میاد تیکه تیکه میکنه، این همون اعمال ماست. گشت گرگها یک به یک خوهای تو، میدرانن از غضب اعضای تو. زانچه میبافی همه روزه بپوش، زانچه میکاری همه روزه بنوش. و از زخاری خسته ای خود کشته، و از حریر و قزدری خود رسته. بعدم یه نشونه میدن: چون که دستت زخم بر مظلوم رفت، آن درختی گشت و زان زقوم رست. اگه دور بهشت حریر میگیرن، حریر همون قرآن هست، همون نماز شب هست، همون صدقاته. و اگر زقوم و همین آب گندیده تو حلق جهنمی ها میریزن، همین غیبت هست، دروغ هست، تهمت هست، گناه هست. فساد نکنید. قارون به خرجش نرفت و از مالش برای بی آبرو کردن موسی استفاده کرد. کار به جایی رسید که موسی اشکش ریخ. بله، تحمل پیغمبرم آخر یه زمانی بله تموم میشه. فیض حق با تو مدارا ها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. چهار روز هی میدون بدون میدن. آقا یه جوانی به من میگفت: من آقا 26-7 سالمه، هر گناهی که شما بگید کردم، اما روز به روز گردنم کلفتر میشه، روز به روزم خوشترمه. گفتم اگر هنوز شبت بله درازه، گردن کلفتر از تو هم بودن، ولی سر سالم به گور نبردن. حالا که 27 سالتونه، حالا برید هر کار دلتون میخواد بکنید. به قول قرآن کریم میگه: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. هر کاری دلتون میخواد بکنید، من میبینم. به قول مرحوم آیت الله امامی رحمت الله علیه، وقتی کار به اینجا میرسید، حاج آقا با یک ناراحتی و تأسف عجیبی خیلی از پای منبر او بزرگ شدید، یادتونه؟ حاج آقا احمد میفرمود: بکنن اون کسانی که پارو حروم و حلال خدا میگذارن. وقتی یه روزی به هم دیگه میرسیم، یه روزی به هم دیگه میرسیم، هم دیگه را میبینیم. حالا ربا بخور، نزول بخور، برو برو عروسی بکن، دختر سلخ، مطرب بیار، برو برو هر کاری دلت میخواد بکن. قرآن میگه: اعملوا ما شئتم، هر کاری دلتون میخواد بکنید، یه روزی به هم دیگه میرسیم. وقت نمیتونی بگی من نمیدونستم، کسی به ما نگفت. میگه ما که گفتیم دو قرآن. شیطون نباید کلا سرمون بگذره، یاقیمون نکنه، حالا چهار پول گیرمون میاد. به قول اصفهانی ها: خدا فتیله اقتصاد میکشه بالا، یاقی نشی ها، به جنگ دین نریا، دیوونه بازی در نیاریم با مال. احسن کما احسن الله الیک. یه دعا میکنم، آمین بگید: خدایا قبل از این که مال به ما بدی، ظرفیتش به ما عطا کن. چون بعضیا 1000 تومن تو جیبشونه، اما راستی 100000 تومن قیافه میگیرن. داراییش 1000 تومن ها، پک و پوزش ظرفیت نیست. خدایا ظرفیت های ما رو بیشتر کن. خدایا این دارم، هر کی دوست داره آمین بگه، هر کی دوست داره آمین بگه. اول خوب گوش بدید من چی میگم. آخه من یه جا میگفتم، عصبانی شدم، من گفتم خدا من مرگ بده، همه گفتن الهیو. اول گوش بدید من چی میگم. هر کی دوستاش آمین بگه، هر کی دوستاش. من اینا اصلا سفارش نمی کنم شما آمین بگید، من خودم این دعا رو برای خودم آمینشو گفتم، الانم رو منبر پیغمبر میگم: خدایا مالی که بخواد از بچه های فاطمه جدا کند رو به ما نده.
مالی که بخواد زن و بچه‌مونو به فساد و گناه بکشاند خدایا در زندگی ما وارد و داخل نکن. خدایا ما حاضریم با فقر با زندگی معمولی بسازیم، ولی حاضر نیستیم، تحمل نداریم پسرمون بشه چشچرون، شراب خور، معتاد، فاسد، انگل، مثل بعضی ها تو جامعه ما که سرش رو بگیری تو کنانتری، پاش رو بگیری تو کنانتری، از بس بچه هاشون فاسد و مفسدن. خدایا نسل ما را همه رو صالح و مؤمن قرار بده. خدایا فرزندان ما را ما آبروی ما قرار بده. یه نامی از امام رؤوف، امام مهربان ببرم. آفرین به زنهایی که عاشق ولایتن، و چه بسیار زنایی بودن که شوهراشون دفاع نکردن از دین، ولی زناشون آمدن دفاع کردن، مثل زنان بنی اسد، مثل خدیجه ها، ام فضل ها، مثل ام فروه ها، مثل خیلی ها، و مثل زنای محله نوقان خراسان. به شوهراشون گفتن مریه هامونو حلال میکنی، فقط به شرطی که اجازه بدید ما تشییع جنازه امام هشتم بدیم. از مهریه هاشون گذشتن فقط به عشق امام رضا. اما راوی میگه دیدم زنای نوقان خراسان هر کدوماشون یه شاخه گلی دستشونه. وقتی تابوت امام رضا رو دیدن، تابوت امام رضا رو گلبارون کردن. عباسد میگه از زنا پرسیدم چرا چنین میکنید؟ گفتن عباسد رضا مادر ندارد، رضا غریب است، رضا مهمان است، رضا مهمون این شهر است. هیئتیای محترم اجازه میدید من یه جمله بگم؟ همه آماده بشید دلها رو روانه کربلا کنید. میخوام بگم مردم من بی مادر سراغ دارم کربلا، یه غریب سراغ دارم کربلا، یه مهمان سراغ دارم کربلا. عوض این که گل بارانش کنن، تیر باران، سنگ باران، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لولی کل فرج، عجل ولی کل فرج، عجل ولی کل فرج، عجل ولی کل فرج. اللهم عجل لولی کل فرج و تقبل هذه التوسل بقبول حسن و اشرح صدر مولای المکرم بجاه.